آخر دارم خدمت همگی میگم بی تعارف. اگه میایید کلاس کلش 10 جلسه است، باید زحمت بکشید، آنلاین باشید، آفلاین ها رو ببینید، تو رفع اشکال اگه اشکال دارید شرکت کنید، تو آزمون ها شرکت کنید، تست بزنید، درگیر شید، حداقل هفته 400 برای زبان وقت بذارید که اتفاق خوبی بیفته. ولی به حکم اینکه مثلا من رفتم کلاس فلانی، من خودم که اون همون فلانی هم، من بعید میدونم اتفاقی بیفته. نمیدونم حالا شما ها چجوری میگید یا رفقای مشاور چجوری میگن. آقا به شرطی جواب میدی که بیای و تلاش کنی و تقلا کنی. همین. تکلیف میگه تکلیف میدید، میگم هر هفته شما 170 تا تست دارید برای حل کردن. اینه اگه اسمش تکلیف نیست چیه جواب؟ میگه من 00م بیام، تو اینکه 00 یه 5 دقیقه قبل این ویدیو رو نگاه کن. بعدن جزوه کجاست؟ آها این سوال خوبیه. جزوه تو پنله. جزوه رو من هفتگی می‌نویسم. الان دیدم رفقا جزوه های فیزیکی کامل تهیه کرده بودن. من دلایل خودم رو دارم. ضمن احترام به همکارایی که جزوه رو یه جا توی پنل قرار میدن یا به شکل فیزیکی ارسال میکنن، من به عنوان کسی که 25 ساله دارم تست می‌نویسم و کتاب می‌نویسم و آزمون می‌نویسم، من دوست دارم در طول هفته با اون ایده بازی کنم. میدونی چه جوری؟ مثلا یه دونه سنجش میبینم، یهو احساس میکنم اوه اوه این تست سنجش خیلی میخوره به این که تو کنکور بیاد و روی کردش جدیده، دوست دارم اون هفته بگنجونم. یه تست واژگان خوب، یه سورس جدید پیدا میکنم از روی مثلا تستای سنجش یا سراسری های سالهای قبل، دوست دارم از اون منبع تست بدم. دستم بسته میشه وقتی یه جا میذارم روی پنل یا براتون ارسال میکنم. میدونم که هی هر هفته برو جزوه رو پرینت کن و اینا سخته، ولی شما به من بگید چه کار پربازدهیه تو دنیا که آمادگی برای انجامش و تدارک برای مقدماتش سخت نیست؟ مگه داریم چیزی رو که سخت نباشه ولی زود جواب بده، زود نتیجه بده؟ بله دوست دارم جزوه‌ام آپدیت باشه. خیلی خوب گفتی. جدا مرگ اینجوریه، ذهن باشه. خب اگه موافقید برای اینکه ببینید من چه جوری درس میدم یه 4 کلمه درس بدم، موافقین؟ وها این سوال من میبینم، میگم مثل این کارشناسای تلویزیون هستم، مجری چیزی میپرسه میگه سوالای خیلی خوبی پرسیدی. ببین میگه واژگان تدریس داره، واژگان که تدریس نداره. من بهتون خلاصه کلمه میگم، ولی تو جزوه آوردم بهش میرسیدم هم یادم میافتاد. یه چیزایی دارم به اسم ایستگاه‌های ترجمه که هی تو ایستگاه‌های ترجمه نکته‌ای برای ترجمه بهتر بچه‌های متوسط‌تر میگم، و وقتی که خودم حل میکنم آفلاین تستای واژگان براتون آفلاین یه سرش تو آزمون حل میکنم و خانم سلطانی زحمت میکشه تو اون کلاسای رفع اشکال براتون حل میکنه، یه روشی ما بهش میگیم روش سرخپوستی، کلمه کلمه از چپ ترجمه میکنه، بچه‌ها فیدبکی که تو این چند سال بهمون دادن این بوده که خیلی کمکشون میکنه. بله، ولی اگه فکر میکنید واقعا یه چیزیه که تدریس واژگانه و مثلا من میام میگم این کلمه رو ببین معنیش این میشه، نه، واژگان شما باید حفظ کنید، خودتون باید کلمه رو بخونید. که باز من پیشنهادم جدولایی که بهتون میگم، مفصلتر میخواید همون دفترچه لغت خیلی سبز یا اینکه هر کتاب همکار محترم دیگه که تهیه کردید. خب اینا رو که دیگه خودتون میدونید دیگه. میگه کلاس نکته و تستمون همین ساعته، همین روزا. آره دیگه این ساعت فیکسه، ولی این جلسه صفره. فقط یه چیزی، اگه بچه خودم دارن الان میبینن تصویر منو و تو کلاس نبودن وقتی من توضیح دادم، من توصیه کردم که کسایی که با خودم کلاس داشتن در طول سال و با لحن و کدایی که بینمون هست آشنان، اینا بهتره تو نکته و تست اردیبهشت بیان و فاصله الان تو اردیبهشت رو صرف این کنن که تمرین کنن، اگه دوچاره عقب افتادگی شدن تو درس زبان جبرانش کنن، بعد بیان اونجا که یه دستر باشیم و راحت‌تر حرف بزنیم. شاید این کلاس بیشتر به درد بچه‌ای بخوره که با روش من حالا کمتر آشناست. وای این حرفو نزنید، این حرفو نزنید. میگه به آزمونا میرسیم، کلاس نکته و تست دیگه، آزمونا اصلا از بعد از عید میشه جامعه. فکر کن بریم آقا ولش کن.
یه بریم به من بگید که ما بریم درس رو شروع کنیم. بریم اصلا من دیگه چشم بریم ها رو نمیبینه، تو میبینی؟ بریم ببینیم من چی گفتم. ماشالله من امروز به عنوان سمپل علیاره، من امروز به عنوان سمپل درس 2 و 3 و 11